حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی در نیوکاسل و کامران متین تحلیلگر امور بین المللی از برایتون با ماست. با آقای آریان شروع میکنم. آقای آریان، نگرانی های زیادی در مورد گروه واگنر وجود داره، ولی خب کارفرمای اصلی اونها یعنی دولت مسکو روابط خیلی حسنه دیگه با این گروه نداره. در چنین شرایطی چه آینده ای رو میبینید برای این گروه؟ خب فعلا به نظر میرسه که با توجه به اون اتفاقاتی که افتاد در ماه ژوئن، این گروه رو که با استعداد حدود 3800 تا 4000 نفره فرستادن به بلاروس، این گونه که گفته میشه حتی تحمیل کردن. اما این نگرانی که اینا بخواهند واقعا ناامنی ایجاد بکنند در امتداد به حساب مرز بلاروس با سه کشور لهستان، لیتوانی و لتونی وجود داره. یعنی روسیه واقعا حتی همون ژنرالایی که به هر حال رئیس گروه واگنر با اینا مخالف بود، حتی ژنرال شایگو، میتونن از اینها استفاده بکنن. اینا گروه های مزدور هستن، میتونن ناامنی ایجاد بکنن. البته این کشورهایی که مثلا لهستان تمهیداتی قائل شدند. برای نمونه لهستان حدود 420 کیلومتر، یه هم نزدیک به این، با بلاروس مرز مشترک داره. در حال حاضر لهستان یک دیوار 180 کیلومتری رو در امتداد این مرز ایجاد کرده برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از بلاروس که میتونه شامل گروه واگنر باشه. این امکانش هست. در این حال همین گروه یک راه دیگری هم هست، بازم راه نفوذیه، اون راه در واقع سوبلاکیه یا گذرگاه سوبلاکی که یک گذرگاهی است بین لیتوانی و لهستان، حدود 100 کیلومتر است که بلاروس رو وصل میکنه و در واقع روسیه رو وصل میکنه به کالینینگراد. همه اینا مناطق خیلی حساس هست و میتونه محلی باشه برای فعالیت‌های گروه واگنر. به هر حال این گروه مزدور رو نمیتونن همینطوری 4000 نفر بخورن و بخوابن و در بلاروس باشن، گرچه فعلا بهانه اینه. یعنی اون چیزی که توجیه کرده بلاروس، گفته اینا اومدن اینجا که به نظامیان بلاروس آموزش بدن و تجربیاتی رو که در خلال جنگ‌ها و نبردها به دست آوردن به افراد نظامی بلاروس انتقال بدن. فعلا بهانه اینه. آقای متین، به قول آمریکایی‌ها وقتی یک چکش بزرگ دارید همه چیز رو میخ می‌بینید. الان که وضعیت در اوکراین به شکلیه که مسکو به نظر نمیاد خیلی به دنبال استفاده از واگنر و دست کم به شکل مستقیم در این نزاع باشه، چقدر فکر می‌کنید که واگنر ممکنه در نقاط دیگر دنیا مثل همین بحران نیجر که داریم می‌بینیم نقش‌های پررنگ‌تری بازی بکنه؟ این احتمال زیاد هست. البته میدونید گروه واگنر اساساً پیدایشش در چند سال اخیر در دوران جنگ سوریه به خصوص این بود که در جاهایی که روسیه نفوذ داره یا میخواد نفوذ داشته باشه ولی الزاماً و رسماً نمیخواد حضور داشته باشه به لحاظ نظامی، مثل یک گروه در واقع همچنان که در انگلیسی میگن مرسنر یا مزدور به فارسی عمل بکنن. با توجه به خطری که در اون کودتای حالا کودتا در گیومه که علیه آقای پوتین انجام دادن ولی نهایتاً به نتیجه نرسید و در واقع به نوعی مشکل ساز شد برای شخص پوتین، برگردوندن این نیروها از روسیه یا حتی از اوکراین که قبلا در اونجا در منطقه باخمود به طور مشخص خیلی درگیر بودن به جاهای دیگه میتونه منافع متعددی داشته باشه. که اینکه این خطر یک تجدید کودتا یا تهدید برای دولت پوتین رو به دلیل اختلافاتی که آقای پروگوژین با بعضی از افراد نزدیک به پوتین داره رو کمتر میکنه یا از بین میبره، در این حال روسیه میتونه از اونها در جاهایی که به هر دلیل نیروهای غربی دچار بحران هستن یا جاپاشون سست شده، مثل ساحل، منطقه ساحل در آفریقا، همین نیجر که شما اشاره کردید، در مالی و بورکینافاسو که از قبل اینا حضور داشتن نیروهای واگنر، در اونجا پادرمیانی بکنن و به ضرر به اصطلاح کشورهای غربی به نفع روسیه وارد عمل
اپریشن یا در کمترین حالت یک سری از منابع و توجه دولت‌های غربی رو که در حال حاضر قاعدتاً باید صرف اوکراین بشه یا چین به طرف خودشون معطوف بکنن و به نوعی به ماشین جنگی روسیه در اوکراین کمک بکنن. در این زمینه بلاروس همچنان که آقای آریان گفتن خیلی مهم هست، به دلیل اینکه خب هممرز هست با سه کشور عضو ناتو، به اصطلاح اون چیزی که به جناح شرق یا جبهه شرق ناتو موسوم هست مرتبط هست و این نیروها میتونن با ایجاد یک سری عملیات های ایزایی یا جنگ ترکیبی همچنان که در گزارشتون اومد یک سری از منابع نظامی و دیپلماتیک حتی غرب رو معطوف به خودشون بکنن و از جنگ اوکراین که برای روسیه اهمیت اصلی رو داره در مقطع فعلی منحرف بکنن. از این لحاظ این کارکردها رو میتونن داشته باشن گروه واگنر. آقای آریان، گمان میکنم عملیات اینچنینی بسیار پرهزینه است دیگه، بدون حمایت های مالی مسکو چقدر میتونه واگنر به حیاتش ادامه بده قبل از اینکه کفگیرشون به تعدیق برسه؟ میتونن ادامه بدن. به هر حال همینی که حالا یه نکته خیلی مهمی که در واقع آقای والری کاولوسکی که در واقع معاون کابینه انتقالی بلاروس است در لیتوانی، کابینه بساط در تبیدین، گفته حرف خیلی خوبی زده. گفته که این 4000 نفر رو بودن در بلاروس دارن اونجا زندگی میکنن، پول اینا رو که میده، هزینه اینا رو کی تحمل میکنه؟ بلاروس میده، اینا مزدورن، اینا که برای مجانی کار نمیکنن. اینها میتونن ناامنی در امتداد اون مرزها ایجاد بکنن به دلایل مختلف. اینو روسیه میتونه اینا رو واقعا هدایت بکنه، خودشون هم میدونن میتونن در واقع توجه ناتو رو معطوف بکنن و کشورهای عضو ناتو رو که کمک میکنند به اوکراین، به اون جبهه، یعنی به جبهه به حساب شمال شرق در واقع ناتو، و باعث بشن که به این روند جنگ تأثیر گذار باشن. میتونن ایجاد به هر حال اگر قرار باشه که مثلا اوکراین روزی صحبت بکنه، وارد مذاکره بشه، حالا چه آتش بس چه متارکه با روسیه، اگر اینا این حساب ناامنی رو ایجاد بکنن در امتداد این مرزا با این کشورهای ناتو، میتونن واقعا از این به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده بکنن. ولی یه نکته ای رو اینجا بگم که به رغم همه این نگرانی هایی که وجود داره، ناتو تمهیدات بسیار خوبی قائل شده، به خصوص در سال 2016، دو سال بعد از منظم کردن کریمه، برای اینکه نیروهای خودش رو در ابتدا در شمال شرق جبهه ناتو اضافه کرد، یعنی کشورهای بالتیک و لهستان، و بعد در سال 2000 و به حساب 22 که در واقع تمهیدات دیگری قائل شد و در بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلوواکی نیروهاش رو زیاد کرد. نیروها چطوری هستن؟ به طور خلاصه میگم این نیروها در امتداد این مرزا که با توجه به این جنگ اوکراین و همینطور رفتار روسیه به وجود اومده، نیروهای چند ملیتی هستند، یعنی از اعضای کشورهای ناتو که اول به صورت گردان بودند، حالا استعدادشون رو به تیپ افزایش دادند، و کشورهای کانادا، آلمان، آمریکا و بریتانیا اینا رو رهبری میکنن، به اضافه اینکه ناتو کلی سلاح و تجهیزات انبار کرده، به هر حال تقویت فرماندهی کنترل خودش رو تقویت کرده، سامانه‌های مختلف هوایی و ضد هوایی گذاشته. بنابراین به اون صورت نیست که ناتو واقعا آچمز شده باشه، تمهیداتی قائل شده، ولی کماکان این گونه ناامنی‌هایی رو که اون گونه ناامنی‌هایی که این گروه میتونه ایجاد بکنه، میتونه مایه نگرانی ناتو باشه. ممنونم از هر دوی شما، آقایون حسین آریان کارشناس امور نظامی در نیوکاسل و کامران متین تحلیلگر امور بین‌الملل از برایتون.